96 طراحی آن آغاز شد. به حکومت دانشگاه قوچان در واقع ما این کار را انجام دادیم. یک سال پس از طراحی وارد مرحله ساخت شد. ساخت 0 تا 100 قطعات و تجهیزات در این سوله در شهرک صنعتی شیراز ادامه یافت. بخش مختلف، بخش هیتینگ هست، لیفتینگ هست، بخش کنترلی، به کل خودمون انجام دادیم. اکنون نصب و آماده کار شده. این دستگاه کوره خلع نام دارد. جزء ابزار اساسی و لاینفک بازسازی قطعات داغ توربین‌های گازی است. صنایعی هم که وابسته هست، یکی صنایع نفت هست، گاز هست، پتروشیمی هست، صنایع هواپیمایی هست و صنایع نیروگاهی. قطعاتی که در مسیر داغ توربین‌های گازی قرار می‌گیرند پس از 4 تا 8 هزار ساعت کار معیوب می‌شوند که نیاز به تعمیر یا بازسازی دارند. یکی از پروسه‌های بازسازیشون در واقع گذر از سیکل عملیات حرارتی هست برای بهبود خواص مکانیکیشون. برای این کار وابسته به کشورهای بیگانه بودی. باید قطعاتمون رو دادیم کشورهای خارجی، یا دسترسیش خیلی سخت بود، برگشت هم خیلی هاش نداشت به خاطر تحریما. با ساخت کوره خلع امکان ابیابی این قطعات در کشور فراهم شد. توربین نیروگاه برق پارت جنوبی است که برای تنش زدایی و ابیابی باید بزنم داخل این کوره، برای بازسازی نهاییش همه ایبیش پیدا میشه. قطعات معیوب در این کوره در معرض خلع قرار میگیرند تا ریزترین عیب آنها شامل ترک ها، خوردگی ها و ساییدگی ها مشخص شود. از طریق سیستم PLC و سیستم کامپیوتری که اینجا هست، قطعات تا 1300 درجه گرم میکنه. تنها کشور سازنده کوره خلع ایتالیا هست که آن را با قیمت 1 میلیون دلار به دیگر کشورها میفروشند. تحریمی است و مطلقا به ایران نمیفروشند. کوره خلع حتی اگر جز اقلام تحریمی هم نبود، باید برای خرید آن بیش از 14 میلیارد تومان هزینه می کردیم، ولی حالا خودمان دومین کشور سازنده این دستگاه در دنیا هستیم. بالغ بر 2 میلیارد تومان هزینه ساختش بوده و شرایط بسیار مناسب تری در واقع با تونستیم اینو تهیه بکنیم. مهندس شمس و همکارانش نیاز به حمایت دولت در قالب تسهیلات برای توسعه این دستگاه و فضای کارخانهشان دارند. حدود 1 میلیارد تومان تسهیلات نیازه تا این مرکز در 6 ماه آینده توسعه پیدا کنه و برای بیش از 30 نفر هم اشتغال ایجاد بشه.